خلاصه 5 قسمت اخیر سریال چشمچران امارت، مرگ فؤاد، فرار سیران و فرید و جنجال‌های جدید برای امارت. سلام دوستان عزیزم، حالتون چطور؟ امیدوارم که عالی باشین. با خلاصه 5 قسمت اخیر سریال چشمچران امارت در خدمتتون هستیم. قبل از دیدن این ویدیو باید بگم این ویدیویی که میبینید هم باعث میشه که شما کلی بخندین و خوشحال بشین و هم باعث خواهد شد که گریه کنین، به خاطر اینکه سکانس های فوق العاده زیبایی داشت این دو قسمت و یه جورایی تمام نقص‌های چند قسمت اخیر رو جبران کردن. بریم سراغ سریال. یادتون هست که سیران به خاطر پلیم با فرید کلی دعوا کرد و بعد از اون خونه امارت رو ترک کرد و رفت خونه پدریش. از اون ور مادر پلیم زرین که خیلی خانم بدذاتی هست، پدر سیران رو پیدا کرد و با عشوه و ناز و اینجور چیزا که من تو رو دوست دارم و اینا، به پدر سیران پیشنهاد پول داد تا موافقت کنه دخترش طلاق بگیره از فرید و حتی تشویقش کنه. از اون بعد از سر دشمنی با خانواده کرهان ها رفت دشمن خونی اون خانواده را پیدا کرد که همون خانواده صفاتینا می شد و با افاکات زن عموی فرید دست به یکی کردن تا پسر همون خانواده رو بفرستن به خواستگاری خواهر سیران که میشه سونا. کازم هم که یه آدم خیلی بیوجدانیه و دختراش رو در مقابل پول میفروشه، همون لحظه موافقت کرد. چرا؟ چون یه ماشین مدل بالا قرار بود برای کازم در ازای دخترش سونا بدن. بیشرمی خونوادی صافات نه تنها به اینجا ختم نشد، بلکه تصمیم گرفتن سیران هم با پسر بزرگتر همون خونواده ازدواج کنه. یعنی هنوز این دو نفر طلاق نگرفته بودن، قول قرار عروسی سیران و تارک بسته شد. فرید وقتی که اینو شنید دیوونه شده بود. رفت با کاظم دعوا کرد، گفت تو دخترش رو در قبال پول میفروشی و این چیزا. ولی خب از اونجایی که حالیز پدر بزرگ فرید خیلی آدم بدی شده و با سیران و کاظم اینا دشمنی داره، نه تنها طرف فرید رو نمیگرفت، بلکه خیلی بهش فشار می آوردن تا از سیران فاصله بگیره. از اون ور فرید وقتی که متوجه شد با نقشه مادر پلین و افاکات این ماجراها داره رخ میده و از اون ور سیران هم هیچ کمکی نمیکنه. چرا؟ چون سیران خیلی غرور فاز غرور بهش داشته بود و فکر میکردش که فرید تا آخر عمر بهش التماس خواهد کرد. اما وقتی که فرید رفت دنبال سیران و کاظم حتی فرید رو با سیلی زن، فرید بازم به سیران گفتش که بیا برگردیم خونه، ولی سیران فاز غرور گرفت و باش برنگشت و فرید افتاد سر لج پایین. یه جورایی خواستم انتقام بگیره از سیران به خاطر خشمی که داشت و هم از خانواده پلین انتقام بگیره. روز دادگاه اینا رسید و البته اینم بگیم فرایند این که دادگاه جلو بیفته بازم تقصیر حالیز پدر بزرگ فرید بود که انگار سیران دیگه به چشم دشمن خونی خودش میدید. روز دادگاه که رسید همه ایل و طایفه فرید و سیران و صفاتینا اومده بودن دادگاه. به فرید گفتن که آیا میخوای طلاق بگیر یا اینا، که فرید در جا گفت بله. چرا؟ چون پدر بزرگش داشت بهش نگاه میکرد. اون به ذره تاریک یه چشمک زد به فرید که یعنی آره دختر رو دارم از دستت میگیرم. به سیران گفتن تو چی؟ تو میخوای طلاق بگیری؟ سیران دلش نمیخواست بگه، ولی خب چون از هم از پدرش میترسید و همین که نمیخواست غرورش بشکنه گفت آره منم میخوام جدا بشم. حکم طلاق اینا رو اجرا کردن، اینا از هم دیگه جدا شدن. وقتی که رفتم بیرون از دادگاه، از اونجایی که حالیز خیلی آدم معروفی هست، کلی خبرنگار ریخته بودن جلو دادگاه که در مورد جدایی اینا با هم دیگه حرف بزنن. از اون ور پلین چشم سفید آویزون هم اومده بود دم دادگاه، فکر می‌کرد که داره میره دنبال عشقش و شوهرش و اینجور چیزا. احمق نمیدونه که اونو دارن به چشم یه عروسک میبینن. خبرنگارا که ریخته بودن رو سر اینا، فرید داشت بهشون توضیح میداد که آره ما توافقی جدا شدیم و این حرفا. سیران انقدر که در طول این مدت فشار روانی متحمل شده بود و حرف و حدیث و اینا کشیده بود، یک لحظه حالش بد شد و بیهوش شد. وقتی که حالش بد شد و از هوش رفت،
فرید اونو بغلش گرفته بود و داشت اینور اونور التماس میکرد کسی نیست به ما کمک کنه، کسی نیست ما رو نجات بده و اینا، که همون لحظه کاظم و اینا اومدن توی سالن دادگاه و رفتن پیشش. از اونجا که اینا جدا شده بودن از هم دیگه، فرصت افتاد دست کاظم و تاروک اینا و گفتن تو به چه حقی داری دختر رو بغل میکنی؟ اون که دیگه زنت نیست. و اینو با کلی کتک کاری و اینا جدا کردن از سیران. سیران موند، خانواده تاریک موند که داشتن برای ازدواج آمادش میکردن و فرید دیگه کشون کشون اینو بردن خونه. حالا برسیم به امارت. اینا رسیدن به امارت، کالیس به فرید گفت این دختر پلین اینجا چیکار میکنه؟ گفت اوه پدر بزرگ، مگه نمیدونی از این به بعد قرار عروس جدیدت بشه این؟ فرید یه جورایی روانی شده بود به خاطر این فشاری که میکشید و حال سیران اونطوری دید. رفت پیش خانواده شراب آورده بود، میگفت بیاین خوش باشیم، جشن بگیریم، همتون این لحظه رو میخواستید. حتی پلینو هم کلی مسخره کرد. پلین گفت فرید داری ناراحتم میکنی؟ فرید اونجا عداشو داشت در میآورد، گفت از خونه گم شو برو بیرون، میخوام با خانواده‌ام حرف بزنم. دست پلینو گرفت میخواد از خونه بندازتش بیرون، بادم افاکات جلوش رو گرفت. به هر تا زور و اجباری که بود فرید رفت اتاقش که استراحت کنه. تازه انگار که مثلا تازه متوجه شده بود که چه اتفاقی براشون افتاده. سیران اون ورداش گریه میکرد تو خونه پدرش، از این ورم فرید داشت گریه میکرد. از که شد میخواست برای دیدن سیران، چون نگرانش بود که پدر بزرگش فهمید و دستور داد اینو تو خونه حبس کنن، گوشیشو ازش بگیرن تا اون نتونه سیران رو ببینه. این وسط هالیس منفورترین فرد این سریال شده به نظر من. فرید شب که شد از اون همون در پشتی و پنجره‌ای که پلین همیشه یواشکی میومد دیدن فرید، از همون پنجره رفت پایین با آبدین از امارت زدن بیرون تا برن دیدن سیران. سیران هم اون مرد داره گریه میکنه. فرید به هر سختی که بود رسید امارت، به کاظم التماس کرد که اجازه بده فقط یک لحظه ببینم سیران رو. و از اون بر سیران اومد بیرون، گفت نگران نباش خوبم. که همدیگر رو بغل کردن، کلی گریه کردن و اینا. انگار آدم ها وقتی همدیگر رو از دست میدن قدر همدیگر رو میدونن. ولی خب دیر شده بود برای این. از اون ور از امارت فهمیده بودن که این رفته بیرون، زنگ زدن به آبدین که خودتون رو برسونید. فرید وقتی برگشتید همه محافظا رو به صف کرده همون پدر بزرگش و میخواد اونا رو اخراج کنه. پدر بزرگش اینجا خیلی فرید رو خورد کرد، هرچی از دهنش در میومد گفت که تو به چه حقی داری به خاطر یه زن گریه میکنی و این حرفا، که برای اولین بار پدرش دفاع کرد از پسرش و سر باباش داد زد و گفت دست از سر پسرم بردار. حالا بریم سراغ خونه کاظم. سونا با پسر همون صفات قرار ازدواج کنه، این روز عروسی اونها هست و داره گریه میکنه، داره به شدت شکنجه میشه. از اون ور مادر پسره میگه تو اینگاه پسر من دوست نداری. اون پسر هم خنگه و برادر بزرگتره. آبدین هم که نمیتونست از سونا جدا بشه، تصمیم گرفت که اسلحه‌اش رو برداره به محل عروسی اینا بره تا هم پسره رو بکشه هم خودش کشته بشه. فرید لحظه آخر متوجه شد که اون داره چیکار میکنه، خودش رو رسوند به آبدین، گفت که نگران نباش، بیا با هم دیگه فرار کنیم، بهشون کمک کنیم. رفتن اتاق عروس و سیران رو پیدا کردن و گفتن که ما اومدیم دنبال شما که فرار کنیم. این در چه وضعیتیه؟ در یک وضعیتیه که پایین مراسم عروسی داره برگزار میشه، یعنی عاقد اومده منتظر عروس خانم و خواهرش که ساق دوشش هستن. از اون ور اینا که خواستن فرار کنن، سیران یکم میترسید، دید که سونا داره برای این کار پیش قدم میشه، دیگه کمک کرد. چهارتایی فرار کردن و وقتی که خانواده صفات فهمیدن که اینا فرار کردن، یک آتیشی به پا شد، یه جنجالی شد، همه داشتن دنبالشون میگشتن، تیراندازی شد اون وسط. کاظم گفت شما آبروی ما رو بردید. صفات فکر میکردش که اینا رو بردن امارت، پا شدن رفتن امارت، دیدن که نه، امارتی وجود نداره، اینا اصلا اونجا نیستن. و به هالیس گفتن تا زمانی که اینا برنگردن همه رو ما گروگان میگیریم اینجا. از اون بر فرید، آبدین، سیران و سونا رفتن فرار کردن سمت یک جنگل. این جنگل کجا بود؟ فرید و برادرش فاد وقتی که کوچیک بودن همیشه موقع فرار کردن به اونجا پناه می بردن. فرید گفت اونجا جاییه که هیچکی دستش بهش نمیرسه و راحت میتونیم قایم بشیم. حالا از اینجا به بعد یکم بچه داستان احساساتی میشه و من به شخص خودم کلی گریه کردم سر این سکانس های بعد اینکه میخوام بهتون بگم. فؤاد چون میدونست که برادرش کجا قایم شده، یک لحظه یادش افتاد و
و به مامانش گفتش که مامان اگر من زودتر از اینا پیدا نکنم فرید را فرید قطعا کشته میشه. به بهونه اینکه همسرش آسمان حالش بد شده گفتن میخواهیم بریم بیمارستان تا از اون امارت خارج بشن. رفتن سمت بانک کلی پول برداشتن که برای فرید کمکی کنن و این در حالی بود که فرید و آبدینا واقعا دیگه داشتن کم میآوردن اون اواخر. چون ردشون رو زده بودن خانواده اون صافاتینا، پسرش تاریک زده بود ردشون رو و نزدیک بود که پیداشون کنه. فاد کلی پول برداشت، حالا بماند که اونا رو تعقیب میکردن، اونا رو پیچوندن و رفتن پیش فریدینا و اونا کلی خوشحال شدن. اینا رو گفتن شما ما از کجا پیدا کردین و این حرفا، که برادرش فاد گفتش که ما اومدیم بهتون بگیم که اصلا بر نگردین امارت، من براتون پول کافی آوردم، مدتی میتونید با اینا زندگی کنید، از ترکیه فرار کنید، شما مدتی نباید اینجا باشین. کلی اونجا خوشگذرانی کردن، کلی گفتن، خندیدن و اینا. فاد انگار میدونست که این آخرین دیدار برادرش خواهد بود. فرید رو بغل کرد، گفت با اینکه من برادر بزرگترت هستم اما باید خیلی چیزا ازت یاد بگیرم، و گفت اشکال نداره، ما بالاخره همدیگر رو بازم میبینیم. از همدیگه جدا شدن و خواستن که برگردن به سمت امارت تا اونا متوجه نشن که اونا بیمارستان نرفته بودن بلکه امارت رفته بودن. از این ور فرید و وسایلشون رو جمع کردن که حرکت کنن به سمت خارج از ترکیه. فاد و آسمان در راه برگشت داشت با آسمان صحبت میکرد، دست خانمش رو داشت میبوسید که اونجا یک لحظه حواسش پرت شد و یک تصادف خیلی شدید شد. برگردیم به امارت. اینا منتظر هستن که خبری از فرید اینا بشه که تلفن پدر فرید زنگ خورد. کسی که زنگ زده بود از سمت بیمارستان بود و خبر اینو دادن که پسر شما به همراه خانمش تصادف شدیدی کردن، حال پسرتون خیلی بده و رفته اتاق عمل. پدر فرید حالش به شدت بد شد اونجا. افاکات گوشی رو گرفت و گفت چی شده که بهش خبر رو دادن. افاکات هم حالش بد شد و به هر سختی بود میخواستن برن به مادر فرید خبرش رو بدن. افاکات مسئول این بود، رفت به مادرش گفت که حال فؤاد بده، باید به بیمارستان. که کلی گریه کردن، کلی حال مادرش بد شده بود. همگی خانوادگی حتی دشمن و اینا هم رفتن بیمارستان و نگرانش بودن. با وجودی که صافاتینا دشمن خونی حالیسینا هستن اما نگران فؤاد بودن. فرید و اینا هیچی خبر نداشتن بچه ها. داشتن خارج می‌رفتن، گوشی آبدین وقتی که آنتنش برگشت دید هی دارن بهش پیام میدن. یکی از محافظین اون امارت به آبدین پیام داده بود و جریان رو گفته بود. اونا هم اونجا متوجه شدن و اونا که داشتن فرار میکردن با وجودی که میدونستن قرار دستگیر بشن و حتی کشته بشن سمت بیمارستان برگشتن. سکانس های بیمارستان به نظر من غمگین ترین سکانس های کل این سریال خواهد بود. فرید که شنیده بود برادرش در چه وضعیتیه، خانواده‌اش که فهمیده بودن، دشمنایی که با اونها نگران فؤاد بودن، رسیدن بیمارستان کلی گریه کردن، همدیگر رو بغل کردن. کاظمی که دشمن فرید بود ولی اونو بغل کرده بود و داشت دلداریش میداد که تو برادر هیچی نمیشه، برادرش مثل شیره. همون لحظه از اتاق عمل تیم جراحی اومدن بیرون. فرید به دلش افتاده بود که چه خبری رو میخوام بدن. گوشاش گفت نه نگیم بهم چی شده. جراح اومد خبر داد که ما نتونستیم فؤاد رو به خاطر خونریزی زیاد نجات بدیم و اونو از دست دادیم. شنیدن خبر مرگ فؤاد یکی از غمگین‌ترین صحنه‌های این سریال بود. به صحنه‌هایی که مادرش داشت خودش رو میکشت گریه میکرد، فریدی که داشت مثل دیوونه ها فرار میکرد گریه میکرد زیر بارون، سیران داشت اونا دلداری میداد، دشمنای هاریس داشتن کمکشون میکردن. با برگشتن فرید اینا قضیه فرار کلا منتفی شد. خانواده صافت با پررویی تمام حتی در مراسم فات هم شرکت کردند. درسته که برای عرض تسلیت اومده بودن اما در واقع داشتن با رفتارهاشون اینا رو بیشتر ناراحت میکردن. سیران طاقت نیاورد و اومد دیدن فرید، با اینکه اونجا خیلی بهش بی احترامی شد. افاکات حتی اونا کتک زد، شما باعث مرگ اون شدین و سیران هیچی نمیتونست بگه. از طرفی اون پلین کنه و پررو بازم چسبیده بود به فرید، خواست پرچینی کنه حتی توی مراسم، میخواست بره دیدن آسمان. سیران گفت که بذار تنها باشه. پلین و سلطان چون زخم خورده بودن سر این کارهای سیران، بهترین فرصت میدونستن که بهش توهین کنن. گفتن تو اینجا دیگه حتی به اندازه خدمتکارم ارزشی نداری،
تو به چه حقی به من میگی از این به بعد من عروس آینده این خانواده هستم و اینا؟ که فرید اونجا رسید شنید این حرفا رو و دست اون دختره پررو و سلطان رو گرفت و بردشون بیرون و گفت قسم میخورم اگر به سیران چیز بگین هر دوتاتون رو هم میکشم. فعلین هم باور کرده که فرید میخواد این احمق رو بگیره. پالیس هم از اون طرف با سیران دشمن شده، گفت اونجا چه غلطی میکنی فرید، تا وقتی که این دختره پیشت باشه گم شد جلو چشای من، برو اون ور. و سیران مجبور شدن دیگه برن خونه خودشون. شب سیران یواشکی از همون راه فراری که پلین میومد، این بار سیران اومد پیش فرید، اونو بغل کرد و گفت نگرانت بودم، نمیتونستم شب بخوابم و اینا. اونجا برای اولین بار قدر همدیگر رو دونستن و برای اولین بار فرید و سیران همدیگر رو بوسیدن و کنار همدیگه خوابیدن. تمام این صحنه ها رو شاهدشون کی بود؟ پلین. چرا؟ چون اون نمیخواست یواشکی بیاد پیش فرید، ولی سیران زودتر رسیده بود و پلین فضول تمام صحنه ها رو دید و در کمال وقاحت به پدرش کاظم زنگ زد که بیا دخترتو جمع کن. فردا صبح یه آشوبی به پا شد. کاظم اومد سیران رو ببره، حتی جلوی فرید کتکش زد دختره رو. پدر فرید از اون ور جلو پسرش رو گرفته بود. اینا رو به زور جدا کردن از هم دیگه. کاظم میخواست دخترش رو ببره آنتب که سیران التماس کرد منو آنتب نبر. کاظم گفت باشه، پس یه جای خیلی بهتر میبرم. کجا برد؟ برد خونه دشمنش، خونه صافپتینا. مردک بی همه چیز دختراشو در ازای پول فروخت و به صافپت گفت من سر قولم بودم، دختره رو تحویل دادم، تو زمینمو بهم تحویل بده. سیران دیوانه شده بود، گریه میکرد، میخواست فرار کنه که باز خواهرش سونا اونو بغل کرد و دلداریش داد. حتی جوری شد که شوهر سونا دلش به حال سیران زود برد براش آب و اینا برد که بخوره. باز یه آدم درست حسابی شرایط نرمال تر باشه همون شوهر سونا هست توی اون خونه. وقتی یه سیران داشت تو اتاق یواشکی برای سونا تعریف میکرد که من و فرید برای اولین بار شمالی که خوابیدیم، شوهر سونا یواشکی شنید و رفت به برادر بزرگترش تاریخ گفت. تاریخ که دیوانه شده بود رفت سراغ پدر فرید. البته قبلش اینو بهتون بگم، نمی‌کنی وقتی که فرید و سیران رفته بودن سر مزار برادر فرید، یه بچه برگ یادداشت آورد داد دست فرید کنار یه آب معدنی که روش نوشته بود تا روز مردن تو چند روز مونده فرید، که متوجه شد که این یه کار عمدیه و کار تاریک است. از اون سر فرید میدونست که پلین بود که این نقشه رو به کاظم داد. رفت سر پلین گفت دختره بی همه چیز، تو تقصیرته، تو گفتی، من میدونم که تو دیدی و اینا، تو اگر بمیری هم برای من عین خیالم هم نیست و اینا. پلین رو حسابی تحقیر کرد. پلین خیلی آدم سبک و بی غروریه که این همه تحقیر میشه بازم اینا چی چسبیده به فرید. پلین رفت خونه شون، داشت خودکشی میکرد، کلی قرص، موقعی که میخواست قرصها رو بخوره مادرش زرین اومد جلوش رو گرفت و نداشت که خودکشی کنه. البته نمیگیم خودکشی، ولی ای کاش واقعا پلین یه چیزیش بشه و گم شه بره از سریال. ما واقعا دیگه نمیکشیم اینو ببینیم توی سریال. فرید و سیران دیگه دیدن که نمیشه واقعا اینطوری ادامه بدن. تاریک واسه اینکه خود شیرنی کنه به سیران گفت اگه میخوای ببرمت خونه بابات. اونم خوشحال شد گفت باشه، چقدر خوب و اینا. نگو این نقشه داره. به کاظم گفتش که بهترین راه این که دخترتو از فرید دور کنی اینه که اونو بفرستی آنتب. یا اسلحه هم داد دست کاظم، گفتش که اگه فرید مزاحمت ایجاد کنه با این اسلحه اونو بکش و کاظم میخواد قاتل هم بکنه. از اونور اینم بهتون بگم، سیران وقتی که میراز با فرید دیدار کنه، اینا یواشکی همدیگه رو قرار گذاشتن که توی پارکینگ ببینن. کاظم موقعی که رسید سیران هنوز نیومده بود. کاظم شک کرد، میخواست سیران رو صدا کنه. اسمه مامان سیران دید که اگه بفهمه کاظم که دخترش اینجا چه آتیشی به پا میشه، جلوشو گرفت به بهونه اینکه تو چه اسانسی چه بوی اتکلونی داره میاد از صورت تو از لباس تو، تو با اون زنی که مادر پلین داری قرار میذاری. آقا اینو گرفت به باد کتک، کتک بود که زد به کاظم. جادون خالی چه سیلی هایی خورد کاظم، دلمون خنک شد. سیران و فرید دیگه نمیتونن دیگه جلوشون رو بگیرن، خیلی فشار زیاد شده. قرار گذاشتن که از استانبول فرار کنن و فردا صبح قرار شد هر کی چمدون خودش رو ببنده و بره فرودگاه. تا اینجا همه چی خوب بود، اما نگو پدر فرید چون نگران پسرشه یه نفر رو مراقب گذاشته همونجا، چون میدونسته فرید میره پیش سیران و اون براش تعریف کرد که اینا یه همچین قرار گذاشتن. سیران فردا صبحش همه چی رو جمع کرده بود، داشت میره
فرید گفته بود که یه تاکسی زرد اونجا منتظر تو خواهد به 5 صبح. رفت میخواست سوار تاکسی بشه، دید پدر فرید هم توی اون تاکسی نشسته. گفت سیران بشین، التماست میکنم دست از سر پسر من بردار، من نمیخوام این پسر من اتفاقی براش بیفته، خواهش میکنم برو و اینا. و سیران دیگه دلش نیومد این کار رو بکنه. برای فرید دیگه نامه نوشت، فرید دیگه منتظر بود توی فرودگاه تا سیران بیاد با هم دیگه برن. از طریق یه بچه دامه رو رسون دستش که من نمیتونم تو رو از خانوادت جدا کنم و بر آرزوی موفقیت و خوشبختی دارم. و با اتوبوس برگشت آنتر و سریال اینجا تموم شد. جمعه شب آخرین قسمت این سریال قرار پخش بشه. من فرداش ویدیوی کاملش رو براتون میذارم. دوستان عزیزم، برای تهیه این ویدیو چند روز زحمت کشیدیم ما. در این که میخواستیم داستان تکمیل بشه و چند قسمت رو یه جا براتون خلاصه کنیم، خیلی براش زحمت کشیدیم. دوست دارم که با لایک و کامنتاتون حسابی این ویدیو رو بهتره کنیم تا انگیزه‌ای باشه برای ما تا بتونیم قسمت آخرش هم براتون خلاصه کنیم و همچنین سریال‌های تابستونی جدید رو براتون معرفی کنیم تا به سلیقه خودتون یکی چهار قسمت خلاصه کنیم و بهتون بگیم. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. اگر دوست دارین از آخرین اخبار و حواشی سلبریتی‌های جهان قبل همه شما باخبر بشین، چنل رو ساب کنید و شب ساعت 8 منتظر ویدیو جدیدمون باشین. تا فردا شب ساعت 8 بدرود.